جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب برزگر. ممکن ابتدا نظرتون رو درباره صحبت‌های پزشکان در روز اول بررسی کابینه بفرمایید. عمده انتقادها حول این بود که برنامه مشخصی ارائه نکرده. بله، با سلام به شما. ببینید، در یک کلمه به طور خلاصه میشه گفت که صحبت‌های پزشکان در روز معرفی کابینه‌اش تجلی و نهایت ابتذالی بود که سیاست ورزی در جمهوری اسلامی به اون دچار شده. یعنی اینکه یک رئیس دولتی میاد علناً و با افتخار صحبت از این میکنه که برنامه‌ای برای ارائه کردن نداره و با در واقع نوعی ساده لوحی واقعا غیر قابل باور از این صحبت میکنه که نیروهای مخالفی که در جمهوری اسلامی به جان هم افتادن بیان و در آنچه که او وفاق ملی مینامه و البته هیچ ربطی به وفاق و هیچ ربطی به ملت ایران نداره با هم آشتی بکنند. یعنی این نادیده گرفتن واقعیت ها و اینکه در واقع تضاد منافعی که در چپاولگری بین گروه ها و طیف های مختلف این حکومت شکل گرفتن رو به این سادگی در واقع میخواد نادیده بگیره. او حتی نه میتواند در واقع از حفظ سخن بگه، نه حتی میتونه از روی کاغذ بخونه. یعنی با اینکه پزشک متخصص هست به نظر میرسه که عملا از نظر دانش و شعور سیاسی تفاوت چندانی مثلا با ابراهیم رئیسی شش کلاسه عملا نداره. یعنی حرفایی که میزنه یا نوع جملاتی که به کار میبره یا اینکه چگونه از روی یک متن میخونه واقعا مایه تعجب. البته اینکه او شاید باعث حتی حاضر نبوده یک بار این متنی رو که براش نوشتن پیش از قرائت در مجلس بخونه، شاید هم از این برمیاد که خودش به عنوان اینکه نمایندهی که چند دوره در مجلس بوده و نایب رئیس مجلس بوده به خوبی آگاهه که در واقع مجلس منشأ اثر و تصمیم گیری نیست، همونطور که دولت نیست. همه اینها در واقع تابعان و پیروان علی خامنه‌ای هستند. منتقدانی که در واقع او رو به بی برنامگی متهم میکنند که البته اتهام درستی است، یک نکته رو باید در نظر داشت. مسئله اونها در واقع این هست که از الان همونطور که روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش امروز نوشته، در روزهای گذشته هم نیروهای طرفدار علی خامنه ای مطرح کردند، صحبتی رو که برگ برندگی پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی بود، یعنی ذوب بودن در ولایت و تبعیت و پیروی از علی خامنه ای، امروز دیگه به درد اونها نمیخوره این بحثا. اونها در واقع میخوان از همین الان یک چتر حفاظتی در مقابل علی خامنه ای باز بکنن برای اینکه بگن در واقع اگر مشکلی به وجود بیاد که قطعا به وجود خواهد آمد همونطور که الان وجود داره، مسئولش علی خامنه ای نیست، مسئولش دولت پزشکیانه و این دولت باید برنامه داشته باشه. بنابراین انتقادی که از این جهت داره مطرح میشه صرفا برای این هستش که این مشکلات سمت و سوی این مشکلات در واقع متوجه شخص علی خامنه ای نشه، وگرنه در مجموع هم خود او میدونه همین نمایندگان که در واقع قرار نیست همونطور که در مورد ترکیب هیئت دولت او علی خامنه ای تصمیم گرفته، در مورد رأی اعتماد هم تصمیم در حلقه مرکزی قدرت و در بیت علی خامنه ای گرفته میشه. فکر میکنین در نهایت چه کسی از این کابینه که حتی مورد انتقاد برخی از اصلاح طلبان هم بوده رأی اعتماد بگیره؟ کوتاه میفرمایید. به گمان من به بخش اصلی وزیرانی که معرفی شدن و خب سابقه در واقع نزدیکی به اصولگرایان دارن، در عضو دولت ابراهیم رئیسی بودن یا در موزگیری های خودشون کاملا و فرمان برداری و تبعیت خودشون رو از علی خامنه اعلام کردن، مجموعا رأی اعتماد میگیرن و دولت او کار خودش رو بدون مشکلی آغاز میکنه. حتی اکثر ممکنه یک یا دو نفر از جمله وزیر راه و شهرسازی که یک خانم هست ممکن است که با مشکل در این زمینه مواجه بشن، ولی به نظر نمیرسه که در وزارتخانه های اصلی پزشکیان مشکلی داشته باشه. برای اینکه میگم این وزیران همونطور که خود او گفته به صراحت این موضوع رو تایید کرده که
وزیران عملا در صحبت‌های خودش در مجلس هم دیروز اعلام کرد با نظر مقامات ارشد یعنی علی خامنه‌ای گرفته شده و بعید به نظر می‌رسه که این مجلس بخواد که مخالفت چندانی بکنه. ارزیابی کلی و در واقع واکنش عمومی مجلس به نظر من این است که اکثریت این اگر نه همه اونها ولی قطعا اکثریت اونها رأی اعتماد خواهند گرفت، هرچند عملا تأثیری نخواهد داشت در شرایطی که شما می‌بینید مملکت تعطیل هست، اداره ها کارخانه ها به دلیل نبود برق تعطیل هستن، بود و نبود این وزیران و اساسا بود و نبود این دولت تأثیر چندانی در روند امور نخواهد داشت. سپاس از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو.